درونی من که یک افکاره و حالا الکتریکال ایمپالس هست، آیا اون هم به حالت موج به هر صورت داره پخش میشه وقتی برای شما کسی صحبت دریافت میکنید کنه؟ دارید موج صوتی میفرستید، برای این چیز خیلی عجیب غریبی نیست. خب موج صوتی خود صداست، مثلا من ممکنه بگم آه بالاخره یکی صدا داره میفهمه، یکی غیر از صدا نیت اون پشته که با کلام داره خب میاد. اون گیرنده، اون کانشس شماست که برای اون تعریف و تعبیر میکنید که ما هنوز تعریفمون رو نمیدونیم چی. بنابراین کاری که میشه، اون ور یه گیرنده ای وجود داره که این نویزی که شما به قول شما گفتید آی که میکنید، این به صورت یه نوفس، یه نویزه. بله. ولی حالا چی میشه که صحبت من میتونه به زبانهای مختلف هم انجام بشه؟ معانی میگه. اون معانی رو کانشس ما بهش میده. و اون هم بر اساس تجارب قدیمی. این که ببینیم مثلا شما با دیدن، فرض کنین ما هممون یه سری تمپلیت هایی توی مغزمون توی میلیون ها سال وجود داره. یعنی شما بلافاصله با دیدن یک شی یا با دیدن یک حیوان بلافاصله میتونید مثلا وقتی یک گربه رو ببینید میگید که این گربه رو میرید توی این ذخیره‌ای که توی مغز شما وجود داره، درست مثل یک سیستم کامپیوتری، میرید اونجا بررسی میکنید و این رو شباهت سازی میکنید با اون معرفت قبلی که داشتید. بلافاصله میگین این داره حرکت میکنه، زنده است، من صحبتاشو نمیتونم بفهمم، حیوانه، در این حال قدرت تولید مثل داره، پستان داره، میتونید همینجور تقسیم ها رو انجام بدید. بنابراین اون برمیگرده به اون کانشس ما که داره این کارا رو به طرز عجیب غریبی انجام میده، ولی ما دقیقا هم نمیدونیم نه کجا داره انجام میده، کجای مغز داره این کار رو انجام میشه و نه مکانیزمش رو میدونیم به چه، اصلا میدونیم چی هست در واقع، ولی اون مرکز فهم ما و درک ما از محیط پیرامونی ماست. حالا برگردم به مسئله‌ای که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم در مورد فیزیک کوانتومی. اینجاست که برای اولین بار یه اتفاق بزرگی شاید در تاریخ علم دنیا میفته، مسئله تعبیر و تفسیرهای مختلفی است که برای همین آزمایش به وجود میاد. فیزیکدان‌ها گفتن خیلی خوب، و این کار بسیار سختی هم بود، گفتن که علت اینه که ما داریم یک نوع الگوی موج مانند میبینیم شاید به عدت اینه که تعداد زیادی الکترون ما از درون این دو شکاف رد کردیم، در نتیجه به نظر میاد که اینا یه جوری با هم دیگه در ارتباطن و شبیه موج عمل میکنن. بذارین یه کار رو انجام بدیم. ما در هر واحد زمان، که کار بسیار مشکلی به لحاظ تکنولوژیکی هستش به خصوص در اون اوایل قرن بیستم، یک الکترون رو بفرستیم به سمت یکی از شکاف ها، در نتیجه باید مثل یه ذره عمل کنه. اما در کمال تعجب و شگفتی متوجه شدیم حتی یه الکترون هم از خودش الگوی موج مانند نشون میده، و این واقعا باعث تعجب فیزیکدان ها شد و به این نتیجه رسیدن خیلی خوب، ما سعی کنیم که ببینیم توسط یه سری دستگاه های احساسگر و مشاهده پذیر که این الکترونه بالاخره از دو تا شکاف ها کدوم یکی رو انتخاب کرده، شکاف اول یا شکاف دوم رو. شما به محض اینکه این کار رو انجام میدید متوجه میشید که الکترون از یه دونه شکاف بیشتر رد نمیشه، یعنی به محض اینکه مشاهدش میکنید الکترون خاصیت ذره مانند از خودش نشون میده، نه خاصیت موج مانند. اینجاست که اون مسئله مطرح میشه که آیا کانشس ما که میخواسته چیزی رو مشاهده کنه، مشاهده پذیر رو مورد تحت تاثیر قرار داده یا نه، به این معنی که تا به حال ما فکر میکردیم که اجسامی که ما مشاهده میکنیم متأثر از مشاهده ما نیستن. اما به نظر میاد در این آزمایش به خصوص رفتار الکترون با مشاهده ما عوض شده و تغییر کرد. از اینجا به بعدی که داستانهای فلسفی و شبه فلسفی، علمی و شبه علمی و بعضن غلط در میاد متاسفانه و تعابیر تفاسیر مختلفی میشه، و به همین دلیل هستش که برای اولین بار وقتی که پاولی که یک فیزیکدان بزرگ و از پدران در واقع فیزیک کوانتومی مدرن هستش، وقتی که این آزمایش رو برای دوستش کارل گوستاو یونگ که روانشناس بوده تشریح میکنه، یونگ خیلی به وجد میاد و میگه شاید این کلید معمای کانشسنس، هوشیاری در فیزیک کوانتومی هستش. البته تا به از اون روز تا به حالم
هیچ چیزی در تایید این مسئله به وجود نیامده، در نقضش هم به وجود نیامده. البته الان هم در علم نوروساینس برشوات خیلی دارن سعی میکنن که ببینن کانشسنس کجا هست، در کجای بدن هست، آیا در بدن هست یا نیست و چطور اصلا کار میکنه و مکانیزمش چیه، و اونها هم هنوز در ما هنوز واقعا در به خاطر اینکه دانش عصبی نوروساینس واقعا در دوران طفولیت خودش هستش، هنوز خیلی چیزا هست که ما باید یاد بگیریم و بفهمیم و نمیدونیم و نفهمیدیم، بنابراین مدت زیاد لازم هست تا بتونیم به جزئیات و دقایق کار آشنا بشیم. ولی به هر صورت من میخواستم علت اینی که این داستان رو تعریف کردم بگم که از کجا این مسئله به وجود اومد و در نتیجه الان متاسفانه برای خیلی این باور وجود داره که ماها میتونیم اثر بذاریم، فکرمون، اندیشمون روی اجسام و احتمالاً تغییرشون بدیم، احتمالاً جابجاشون کنیم و احتمالاً به حرکتشون واداریم. اینها همه ناشی از اون پدیده خاصی است که در فیزیک کوانتومی میفته و تعابیر بسیار متفاوتی وجود داره. یک چیزی که من دوست دارم بیننده های گرامی تو این قضیه توجه داشته باشن این است که ماها درسته که اجزاء بدنمون توش پر از الکترون و پروتون و بقیه ذرات نوترون ها، بقیه ذرات بسیار ریز زیر اتمی هستن، ولی به هر حال دنیای ما بسیار محدوده. یعنی متاسفانه چیزهایی که ما میگیم عجیب و غریب در واقع عجیب و غریب نیستن. عجیب و غریب به این دلیل ما میگیم به علت ناتوانی های فیزیکی و شیمیایی ما هست. در واقع اگر ماها مثلا الکترون به دنیا اومده بودیم یا اگر ما شبیه یک سیاهچال عظیم الجثه‌ای در کیهان بودیم، اون موقع برای ما تعریف قوانین طبیعت کاملا متفاوت بود. یعنی میخوام توجه داشته باشیم که قوانین فیزیک کوانتومی برای ماها که توانایی های محدود فیزیکی داریم، یعنی چه از نظر سرعت چه از نظر اندازه، برای همین هم هستش که ما اولین چیزی رو که میتونیم درک کنیم و بفهمیم قوانین فیزیک کلاسیک نیوتونی هستش، به خاطر که در چارچوب زندگی ماست. برای همین پامون رو که فراتر میذاریم، یعنی یا میریم به دنیای بسیار بسیار ریز یا به دنیای بسیار بسیار بزرگ، چون اینها خارج از اون محدوده ادراکات ما از دنیای پیرامونیمون هست، همه چیزش به نظر ما عجیب غریب میاد. ولی واقعیتش اینه که اینها قوانین طبیعتن و عجیب غریب نیست. قوانین فیزیک کوانتومی برای این ذرات ریز کوچولوی زیر اتمه و نمیدونیم آیا وقتی که بزرگتر بشه همون قوانین الزاماً وجود داره یا نه. تعابیر مختلف هست. یک تعبیری هست که امسال 50مین سالگرد اون تعبیر هست به نام تعبیر دنیاهای موازی که اتفاقا من جمعه بعد قرار هستش در دانشگاه راجع بهش صحبت بکنم، که یک نوع تعبیر بسیار بسیار خاص در فیزیک کوانتومی هست که این اجازه رو میده که شما تا مرحله کانشس انسانی تصور کنین قوانین فیزیک کوانتومی برای شما صادقه. من راجع به این شنیده بودم که البته خیلی هم ذوق کرده بودن که اگه بشه چی میشه، این بودش که اگر هر کسی هر نیتی داره یا هر در هر دوگانگی که میسته و فکر میکنه که کاش الان میتونستم هوایی زندگی بکنم، که یک قسمتی از وجود اون، حالا این چجوری این قسمتی از وجود اون اتفاق میفته، که در حقیقت داره جدا میشه و اون زندگی رو داره انجام میده و به آخرش هم میرسه و نتایجش هم اونجا داره، و یک قسمت دیگه ای که امروز فرضاً من هوشیارم بهش